بهترین درود ها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز مشتاقان آگاهی و دانایی در مام میهن بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از منابع مختلف خبری از جمله مطبوعات تهران در 25 دقیقه پیش روی مروری خواهد داشت بر تازه هایی از ایران منطقه و جهان شوک در افکار عمومی جهان از پیروزی انتخاب دونالد ترامپ بر صدر مطالب و موضوعات تمامی رسانه های معتبر جهان جای گرفت همچنین واکنش گسترده رسانه های تهران به این انتخابات دیدنی بود خاص نتیجه انتخاب واژگانی همچون شورش آمریکایی زلزله سیاسی در آمریکا و یا سونامی سیاسی عناوین برجسته و اصلی بسیاری از رسانه های چاپی تهران بود در سوی دیگر در حوزه داخلی ایران اظهارات گاه و بیگاه علی متحری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل پیچیده و جنجالی ایران بر صدر رسانه ها باز آمد خاصه اشاره آشکار ایشان به خواست رهبری بر ادامه حبس و حصر رهبران جنبش سبز ایران که باستا به گسترده تری یافت و در ادامه برنامه امشب در باسخانی سرخط خبرها میخوانیم طبعات ترامپیزم با فروریزی سامانه اینترنتی اداره مهاجرت کانادا ساعتی پس از پیروزی ترامپ با حجوم شهروندان آمریکا به تارنمای اینترنتی این اداره کانادایی واکنش های خشمالود جمعی شهروندان آمریکایی با اعتراض و تظاهرات خیابانی نسبت به پیروزی ترامپ و در حوزه منطقه‌ای خبرهایی از خشونت هشتا شبیه ها علیه شهروندان موسل در عراق سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه بیستم آبان ماه برابر با دهم نوامبر 2016 میلادی است که در 25 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی اهم مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایی که شما بینندگان عزیز ایران فردا و همراهان هماره برنامه شامگاهی صفحه یک خبرها و نظرها را به آخرین و تازه ترین واکنش ها به غیر مترقب ترین انتخابات در آمریکا آغاز می کنیم نخست با چند خبر از پهنه جهانی و واکنش های ترد و بعضا شکننده سران جهان به ترامپ در قالب پیام های تبریک خاصه پیام های سران کشورهای مسلمان و خاور میانه که مرتوجه گسترده تری از سوی رسانه ها واقع شد از جمله آنها رجب طیب اردغان جنرال اسیسی و ملک سلمان پادشاه عربستان با ارسال پیام های جداگانه به ترامپ به وی تبریک گفته بودند در این راستا دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه ای اعلام کرد که عبدالفتاح از سیسی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ پیروزی وی را تبریک گفت دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که ترامپ در این گفتگوی تلفنی گفت که عبدالفتاح سیسی نخستین شخصیت بین المللی است که به ایشان تبریک گفته است از سوی دیگر به گزارش رویترز یک منبع مطلع در آنکارا نیز اشاره کرد تایب اردوغان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ ضمن ابراز امیدواری به بهبود روابط دو کشور در خصوص همکاری برای مبارزه با تروریسم با رئیس جمهور منتخب آمریکا صحبت کرده است این منبع مطلع همچنین گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور منتخب آمریکا رو جدی و صادقانه توصیف کرده است در همین حال ملک سلمان در تماس تلفنی خود با ترامپ گفت که عربستان خواستار تقویت روابط استراتژیک و تاریخی با آمریکا و همکاری مشترک به منظور برقراری صلح و ثبات در خاور میانه و جهان است خبرگزاری رسمی عربستان میگوید در این تماس تلفنی رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز نسبت به توسعه روابط دو جانبه بین دو کشور تاکید کرده است ادامه میدهم با دیگر مطالب با همین زمینه و مضمون همه این نکته ها و واکنش ها و پیام تبریک ها در حالی است که مسئولین جمهوری اسلامی نیز جست گریخته و بدون ذکر نام پیام های خاص خود رو به نحوی از آنها به افکار عمومی ایران ارسال کردند که چگونه به مقام آمریکایی پیام رساندند در این میان همان گونه که در برنامه دیشب نیز اشاره شد در نخستین واکنش رسمی ظریف وزیر خارجه ایران به آقای ترامپ به گونه یادآوری کرد که آمریکا موظف به اجرای برجام است به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا وزیر خارجه ایران در نشست مشترک خبری خود با همتای رومانیاییش لازارا کومانسکو در بخارست گفته بود که رسم ما این است که در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کنیم با توجه به اینکه ایران و آمریکا روابط سیاسی ندارند مهمان است که رئیس جمهوری آینده آمریکا معذف به رعایت تعهد چند جانبه برجام است و ما یقین داریم که جامعه بین المللی نیز این توقع رو از ایالات متحده ای آمریکا خواهد داشت جالب توجه آنکه که در همین راستا نکته مورد اشاره ظریف رو روز چهارشنبه یک مقام ارشد فرانسوی نیز به شکلی دیگر و به زبانی تا حدودی آشکارتر به دونالد ترامپ گوش زد کرده بود ژان مارک آرو وزیر خارجه فرانسه اظهار کرد که پاریس باید سر چند مسئله از جمله بحران سوریه توافق هسته ای با ایران و تغییرات اقلیمی تکلیف خود را با واشنگتن روشن کند وزیر خارجه فرانسه دو کشور آمریکا و فرانسه را متحد یکدیگر دانست و گفت که برای برقراری صلح و ثبات جهانی پاریس و واشنگتن باید با یکدیگر همکاری کنند ژان مارکارو اظهار کرد باید دانست که رئیس جمهور آینده ایالات متحده چه میخواهد بکند و اما واکنش شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز حاوی مضمونی مشابه و البته تو با نگرانی مشهود بود در سخنان حسن روحانی بگونی بود که می توان نشان از نگرانی جمهوری اسلامی از برخورد ترامپ در مقام رئیس جمهور آمریکا با برجام باشد روحانی تاکید کرده بود که هوشمندی ایران در توافق هسته ای این بود که برجام را نه به عنوان توافق با یک کشور یا یک دولت بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت کرد که با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست رئیس جمهور ایران همچنین اشاره کرد که نتیجه ی انتخابات آمریکا اثری در سیاست های جمهوری اسلامی ایران ندارد در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیشتر اظهار کرده بود که آنچه بیشتر اهمیت دارد عملکرد دولت آینده ای آمریکا است نه تبلیغات انتخاباتی که به نحوی از آنها میخواهد یادآور شود که اون تهدیدهای آقای ترامپ عملی نخواهد شد و بالاخره علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیروز چهارشنبه به پیروزی ترامپ واکنش نشان داد و گفت که اصولا مشی مستقل و رفتار به ایشان هوشمندانه جمهوری اسلامی برخلاف برخی کشورهای منطقه در هیچ مقطع زمانی متأثر از تغییر حاکمیت در دیگر کشورها نبوده است در ادامه برنامه امشب تحلیلی از رویترز رو انتخاب کردم که بر لرزان بودن برجام پس از ترامپ تاکید کرد خبرگزاری رویترز در تحلیلی پیروزی نامزد جمهوری خواه آمریکا یعنی آقای ترامپ رو در تضاد با بقای برجام برشمرد رویترز در ادامه با اشاره به تلاش های اوباما رئیس جمهوری دموکرات کنونی آمریکا و اینکه برجام دستاورد او در سیاست خارجی تلقی می شود این گونه نوشته بود که ترامپ در ابتدا و برای ورود به کاخ سفید مخالف برجام بود اما با سخنان زد و نقیز او مشخص نیست که در این مسیر چگونه عمل می به نحوی تایید اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی می تواند باشد ترامپ در جمع لابی هوادار اسرائیل در آمریکا موسوم به آیپک عنوان کرده بود که گزینه نخستش از بین بردن توافق با ایران است اما در تضاد با این سخنان وعدها اعلام کرد که از بین بردن توافق مندرج در قطنامه سازمان ملل متحد کار دشواری است ریچارد نفیونیز نیز از مقام های سابق دولت اوباما حاضر در مذاکرات اتمی که از وی به عنوان معمار تحریم های ایران یاد می شود در این زمینه گفت با توافق اتمی ایران خداحافظی کنید احتمال کمی وجود دارد که برجام باقی بماند زیرا شاید ترامپ تصمیمی عمدی برای پاره کردن توافق بگیرد یا اینکه آمریکا گامی بردارد که ایران را ترغیب به عقب گرده از برجام نماید خبرها و نظرها را پی میگیریم کماکان به آخرین و تازه ترین واکنش انتخاباتی در جامعه آمریکا حول پیروزی ترامپ در واقع ساعات پس از ترامپ یا پسا ترامپ در آمریکا چه گذشت پیام شاد باشه هیلاری کلینتون که حتی اعلام همکاری داد به ترامپ موجب توجه جمعی شد نیز اظهار موضع باراک اوباما و بالاخره تنش ها و خشونت های خیابانی با تظاهرات نرازیانی به این انتخابات دیگر هواشی نتیجه انتخابات آمریکا بوده است. نخواستند که تجمع های شامگاه چهارشنبه در چند شهر آمریکا از جمله نیویورک، سیاتل، شیکاگو و بوستون در واکنش به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. به گزارش شبکه خبری CNN پلیس در نیویورک ارزیابی کرد که جمعیت شروع کننده این تجمع در این شهر در حدود 5000 نفر بودند یکی از تظاهرکنندگان کنندگان در نیویورک در خصوص دلایل حضورش در تجمع به CNN گفته بود که من به نتیجه انتخابات احترام میگذارم اما بر اساس قانون اساسی من حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز دارم و من تمام تلاشم را خواهم کرد او فقط یک دوره رئیس جمهور باشد به گزارش تلویزیون دیگر آمریکا به نام فاکس نیوز علاوه بر نیویورک تظاهرات در شهرهای مانند سیاتل واشنگتن بوستون شیکاگو فیلادلفیا دنور و اوکلند کالیفرنیا نیز برگزار شده بود در شیکاگو حرکت کنندگان باعث راهبندان در برخی از بزرگراههای شهر شد این تنش خیابانی در حالی است که باراک اوباما میز آماده میزبانی ترامپ در کاخ سفید می شود اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات قول انتقال روان قدرت را داد و هیلاری کلینتون نامزد بازنده انتخابات هم خواستار حمایت از رئیس جمهور منتخب شد آقای اوباما در محوطه کاخ سفید گفت که پیروزی آقای ترامپ را تلفنی به ایشان تبریک گفت و از او دعوت کرده است پنجشنبه به کاخ سفید برود تا دو طرف از انتقال روان قدرت اطمینان حاصل کنند اوباما همچنین تاکید کرد که بر کسی پوشیده نیست که او و آقای ترامپ اختلافات جدی دارند اما افزود که همه ما خواهان بهترین ها برای کشورمان هستیم و گفت از نطق پیروزی رئیس جمهور منتخب دلگرم شده است ایشان اشاره کرد انتقال موفق قدرت لازم است چون همه ما اکنون آرزوی موفقیت او در متحد و هدایت کردن کشور را داریم کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی گویا از سوی ترامپ هدایت تیم انتقال قدرت آقای اوباما به ترامپ را بر عهده خواهد داشت و اما حال و روز خانم هیلاری کلینتون پس از شکست نیز لحظه به لحظه مرتوجه رسانه ها واقع گردید هیلاری کلینتون که به طور رسمی شکست در رقابت را پذیرفت پیروزی ترامپ را تبریک گفت که به بخش بسیار کوتاهی از آن در برنامه دیشب اشاره کرده بودم خانم کلینتون در جمع اعضای کمپین انتخاباتیش در هتلی در نیویورک گفت نتایج انتخابات نشان داد که کشور بیش از آن چه که در تصور ما بود چند پاره شده است ولی ما باید این نتیجه رو بپذیریم و به آن احترام بگذاریم نامزد دموکرات ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو دردناک و غیر قابل انتظار توصیف کرد ولی گفت تلاش ها به خاطر او نبود است بلکه برای کشوری بوده که ما عاشق آن هستیم خانم کلینتون که سخنانش مرتب با تشویق اعضای تیم انتخاباتیش روبرو می شد اظهار داشت کارزار انتخاباتیش یکی از بزرگترین افتخارات زندگیش بوده است ایشان همچنین اظهار کرد دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهور است و باید شانس رهبری را به او بدهیم امیدوارم که وی رئیس جمهوری موفق برای همه آمریکایی ها باشد خانم کلینتون تأکید کرد که دموکراسی آمریکا وابسته به انتقال مسالمت ها میز قدرت است و باید به آن احترام بگذاریم وی ضمن پذیرش شکستش در انتخابات گفت شب گذشته به دونالد ترامپ تبریک گفتم و پیشنهاد کردم که به نمایندگی از کشور حاضرم با او کار کنم پیش از سخنرانی نامزد دموکرات ها تیم کین معاون انتخاباتی ایشان در سخنانی گفته بود که هیلاری کلینتون یک تاریخ ساز بوده و توانست رأی ملی را کسب کند برای کسی جای تعجب نبود که کلینتون نتیجه انتخابات آمریکا را بپذیرد بخش نخست خبرها و نظرها با محوریت آخرین تحولات انتخابات آمریکا را دیدیم و شنیدیم تا های دیگر با کنکاشی بر مطبوعات ایران و نگاه رسانه های تهران به نتیجه این انتخابات به صفحه رسانه هایتان باز خواهیم گشت با ما باشید و بنشینید درودی دوباره محضر یکایک که شما بینندگان عزیز ایران فردا در ادامه برنامه صفحه یک با تازه ترین خبرها و نظرها از منابع متنوع خبری در خدمت شما همراهان همیشه ایران فردا هستیم روزنامه های تهران به طور یک پارچه اما در اشکال مختلف و ناهمسان به انتخاب دونالد ترامپ واکنش نشان داده بودند یعنی به تعبیری هر رسانه به تناسب سیاست های حاکم بر آن رسانه با در واقع به جنبه هایی از این انتخابات اشاره کرده بود اما تم مشترک و وجه مشترک تحلیل ها به نحوی و به نوعی شورش سیاسی و یا سونامی سیاسی در آمریکا تلقی شده بود نوعی تغییر خواهی غیر مترقبه در لایه های اجتماعی این کشور تحلیل و تفسیر می شود. در حالی که رسانه های دست راستی نزدیک به نهاد رهبری ایران همگی هر دو گزینه رو طبق عادت همیشگی مبتنی بر تهمت و ترد هر دو گزینه رو به نحوی دروی سکه خواندند و از تغییری نیز سخن نگفتند حال نگاهی کوتاه میاندازم بر اهم عناوین روزنامه های امروز تهران از جمله آنها روزنامه آرمان از آن به عنوان زلزله سیاسی یاد کرد روزنامه تحولخواه ابتکار نیز آن را زلزله ترامپ خواند شرق آن را طوفان ترامپ نامید شهروند از آن به عنوان شورش آمریکایی یاد کرده بود روزنامه نیز با به کارگیری از واژگان حیرت و شوک از شوک جهانی نوشتند از جمله آنها نسل فردا تمام نیم صفحه اصلی را با دو واژه شوک جهانی بست یا سیاست روز از شوک ترامپیسم خبر داد آفتاب یزد از گریه مجسمه ی آزادی نوشت وقایع اتفاقی نیز از عنوان سونامی سیاسی استفاده کرد که زیر رو کردن ساختارها رو به ذهن مخاطب میکشند اما روزنامه های دست رستی با شیوه خونساتر باز بر سیاست همیشگیشان مبنی بر نابودی و ویرانی مانور داده بودند از جمله روزنامه کیهان مؤسسه مطبوعاتی و وسط به نهاد رهبری با جستی بیطرفانه هر دو نام زد و مورد قذب قرار داد و در حالی که کلینتون رو دروغگو میخوان ترامپ را دیوانه نامید این در حالی است که پیشتر شخص حسین شریعتمداری مداری مدیر مسئول کیهان به تحسین و تمجید ترامپ پرداخت و حتی به طور مشخص اظهار خوشنودی می کرد که اگر ترامپ رئیس جمهور شود و یک کار خوب انجام دهد همانا پاره کردن توافق هسته است و بالاخره روزنامه وطن امروز با تکواژه پوشالی همه ارکان و ساز و کار دموکراتیک انتخابات آمریکا رو زیر سوال می برد و پوشالی می روزنامه کیهان در گزارش اصلی خود نیز به این موضوع پرداخته بود و نوشته بود که ترامپ که در مناظرات انتخاباتی گفته بود اگر پیروز شود به کاخ سفید رفته و سیفون را خواهد کشید اکنون به عنوان رئیس جمهور آمریکا با شرایط دشواری مواجه است او از سوی به زم کیهان نشینان وعده صد روزه مهمی داده و از سوی دیگر حتی در درون حزب خودش یعنی جمهوری هم مخالفان سرسختی دارد از منظر ستون نویسان کیهان حقیقت آن است که ساختار سیاسی آمریکا به گونه طراحی شده که رئیس جمهور مجری تدابیر پشت پرده ی طبقه ی حاکم است اما این نکته رو نباید به زم یعنی ها از نظر دور داشت که ترامپ برخلاف کلینتون نماد آمریکای بدون نقاب است این جمله به عبارت از سوی بسیاری از رسانه‌های دیگر نیز تکرار میشد. روزنامه شهروند انتخاب ترامپ رو شورش مردم آمریکا علیه نظم موجود توصیف کرد و پرسش های رو نیز میپرسید از جمله اینکه ایشان چگونه آمریکا و جهان را اداره خواهد کرد و حضورش در مسند ریاست جمهوری چه تأثیری در مناسبات ایران و آمریکا خواهد داشت گمانه ای که بسیاری از این روزها هم در شهر شبکه ها و هم در رسانه چاپی به آن میپردازند عباس عبدی که دیروز هم سر مقاله رو نوشته بود امروز در شهروند اشاره کرد که لازم نیست گمان زنی های عجیب و غریب درباره اقدامات و سیاست های احتمالی ترامپ انجام شود به نظر نمی رسد که آمریکا یا او را به دلیل موازه خارجیش برگزیده باشند بنابراین نیازی نیست که ایران نسبت به موازه احتمالی ترامپ واکنش شتاب زده نشان دهد به نوشته آقای عباس عبدی به اظهارات شعاری آنها نگاه نکنیم ترامپ در نهایت میخواهد مسائل داخلی آمریکا را حل کند روزنامه اعتماد نیز به موضوع انتخابات آمریکا نگاهی افکند و نوشت که پیروزی غیرمنتظره کاندیدای جمهوری خواهان شگفتی آفرید بازارهای مالی را به هم ریخت و بسیاری از مردم جهان رو وحشت زده کرد در همین حال حسین راقفر در این روزنامه نوشته بود که برخلاف آنچه در این مدت علیه ترامپ گفته میشد حضور او به عنوان رئیس جمهور برای ایران هزینه به مراتب کمتر از کلینتون خواهد داشت به زمه نویسنده اعتماد کرینتون یک چهره سنتی در سیاست آمریکاست حالا که ترامپ به عنوان یک چهره بدعت شکن وارد شده و با چنین تبلیغاتی توانست راهی کاخ سفید شود از منظر نویس اعتماد میتوان انتظار داشت که چنانچه سیاست های ترامپ در آمریکا عملی شود یک رویارویی بزرگ میان چین، ژاپن و اتحادیه اروپا با آمریکا آغاز می شود نتیجه این روی کرد برای ایران این است که با درگیر شدن آمریکا به رقابت اقتصادی با کشورهای صنعتی دیگر مسائلی مانند جنگ افروزی و آنچه مطلوب سیاست مداران سنتی در آمریکاست دیگر تکرار نخواهد شد روزنامه های اقتصادی ایران نیز از بود اقتصادی و طبعات احتمالی عرصه اقتصاد به موضوع و نتیجه این انتخابات نگریسته بودند از جمله آنها روزنامه اقتصادی تعادل است در عنوانی با عبارت تراژدی آمریکایی هم به طبعات سیاسی و حضور این رئیس جمهور پرداخت و هم در گزارش اصلی صفحه یک با آثار و پیامدهای اقتصادی موضوع نگاهی تحلیلی داشت نویسنده روزنامه تعادل در بخشی از این نوشتار خود به کیفیت آرا نیز توجه کرد به نحوی زنها و نوشته بود که صدایی که در واقع به ترامپ رای دادن از منظریشان صداهایی که به آرای شرمنده شهرت یافتند با اینکه از انتخاب خود نمیتوانند دفاع کنند و آن را تا لحظه آخر مخفی نگه میدارند اما از آن راضی هستند نویسنده تعادل هشدار داد که چون این وضعیتی برای دولت روحانی هم وجود دارد کسی نمیتواند ادعا کند که این دولت بحران اقتصادی میراس احمدی نژاد رو پشت سر نگذاشت اما هنوز واقعیتی به نام بحران معیشت مشهود است که اگر به مطالبه عمومی تبدیل نشود موجی خواهد ساخت که معلوم نیست در بزنگاه به دست کدام موت سوار تسخیر می شود به عبارت دیگر پوپولیست ها از آنچه در رسانه ها می بینید به شما نزدیک ترند و این یک هشدار همشگیست و در وقت باقی مانده با مروری بر چند رویداد کوتاه از ایران و منطقه البته به تناسب زمان از خانه حصر و حبس گزارش میرسد که علی متحری نماینده مجلس و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه ترین اظهار موضع خود در خصوص ادامه حسر خانگی مهدی کروبی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد گفته است چون نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر ادامه حصر است دیگر مقام ها نیز در این موضوع مداخله نمی کنند یعنی همگان می و یارای ورود به این موضوع رو ندارند نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه ادامه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست درباره تلاش های نمایندگان در جهت رفع حصر گفت که ما گاهی نظر خودمون را درباره رفع حصر اعلام می کنیم. اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد البته این حرف ها در افکار عمومی بی تأثیر نیست. نکته مهم به زمینه این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شود. تحریح همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه حسن روحانی با بلیت اصلاح طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع هست صحبت نمی کند گفته است که روحانی هم فعالیت هایی داشته است در زمینه رفع هست چند بار با رهبر صحبت کرد و یا در رابطه با ممنوع تصویری هم همچنین اگرچه بند معتقدم یعنی متحری میگوید که اگرچه بند معتقدم از همون ابتدا بایستی قوی تر عمل می کرد یک مقداری منفعل عمل کرد و این نقدی است که به روحانی وارد است نه رئیس مجلس ایران همچنین از خط قرمزهای مصنوعی که در ایران ایجاد شده است و کسی رو قدرت ورود به نقد این خطوط قرمز نیست همچون حسر خانگی و ممنوع تصویری به شدت انتقاد کرده بود و در واپسین دقیقه از عراق موسل گزارش رسید که آخر الامر نیروهای پلیس یا هشتا شبی بسیج مردمی و همینطور پلیس دولت مرکزی در راه آزادسازی موسل از چنگال داعش شهروندانی رو شکنجه نموده و یا به قطع رساندن سازمان عفو به الملل اشاره کرد که گزارش هایی دریافت داشت دایره بر اینکه مردانی در لباس پلیس فدرال عراق ساکنان روستاهایی در جنوب موصل را شکنجه کرده و کشتند و با این مطلب ای وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدون